فصل 19. پس از این وقایع صدایی شنیدم که مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان تنین افکن و می گفت خدا را شکر، رستگاری و جلال و قدرت از آن خدای ماست، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. آنها بار دیگر گفتند خدا را شکر، دود آن در تمام اعصار و قرون بلند خواهد بود. آن 24 پیر و 4 حیوان زنده در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین، خدا را شکر. آنگاه از تخت صدایی آمد که می گفت ای تمام بندگان او و ای کسانی که از او می ترسید، از کوچک و بزرگ خدای ما را سپاس گویید. آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و قررش شدید رعد بود و می گفت خدا را شکر، خداوند خدای ما که قادر مطلق است سلطنت می کند. شادی و وحش کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و به لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. مقصود از کتان ظریف اعمال نیک مقدسین است. سپس فرشته به من گفت این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شوند. او همچنین به من گفت اینها کلام حقیقی خداست. در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت که به عیسی مسیح شهادت می‌دهند. خدا را پرستش کن، زیرا شهادتی درباره عیسی داده شده الهام بخش تمام نبوت هاست. آنگاه آسمان را گشوده دیدم. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می‌کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیم تاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کسی جز خودش نمی‌توانست آن را بفهمد. او لباسی آغشته به خون بر تن داشت و به کلمه خدا مسما بود. لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و ملبس به لباس‌های کتان پاک و درخشان بودند به دنبال او می‌رفتند. از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخش خواهد فشرد. بل لباس و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. آنگاه فرشته‌ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که در میان آسمان به حال پرواز بودند می‌گفت بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده و آزاد، از بزرگ تا کوچک را بخورید. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. حیوان وحشی و پیامبر دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. پیامبر دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله‌های گوگردی آن پرتاب شدند. لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدند.